شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت و چرت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالب و دیوونه و الهام بخش عزیز مثل شهریار خان بزرگ، خان بزرگ این پادکست که ما هم بهش تعظیم میکنیم و بدون اون واقعا هممون گمراه بودیم تو این دنیا. خلاصه هرچی هندونه زیر بغلش بذاریم کافی نیستش و یکی از محبوب‌ترین آدم‌های این پادکست شده. فکر کنم هم شهری و جفتمو خنده‌ام میگیره که چرا این همه آدم این بشر خلوچلو دوست دارن. واقعا هنوز جوابشو نمیدونیم، ولی مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید تو سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM، اگه دوست داشتین کمک کوچیکی به پادکست بکنید میتونید به gofundme.com/kingram برید. اگر هم دوست داشتین یه کار بهتر بکنید میتونید به foundation.app/kingram که NFT میفروشم و در اصل بیشتر فاندینگ هم به زودی همه رو NFT خواهم کرد که اونجا هم پولا با آرتیستا تقسیم میشه، هم به خیریه داده میشه، یه سریش کلی ایده های باحال هستش که به زودی اونا رو میکنیم براتون. شاید یه NFT هم درست کردم برای یه سشنی که با شهریار اصلا بشینیم. آقا میخوایم یه با شهریار بزنید، آقا اینقدر پول بدین بیان بشینیم با شهریار خان صحبت کنید. ولی خلاصه دمتون گرم واقعا که همیشه همراه هم بودین و میگم هیچ توقعی ندارم که کمک چیزی بکنین. اگه دوست داشتین میتونین تیشرت بخرین از وحشی بای رام، اونجا وحشی برندی که زدم برای تیشرت. داخل ایران همون اینستاگرام وحشی بای رام، خارج از ایران kingram.com/merch. هیچ کم از این کارا نکردین، ریلکس، خواستین فوش خارمادر بدین، اگه نه لایک کنید و شیر کنید و از این حرفا. شهریار آقا خیلی خوش اومدی به برنامه و دلم واقعا برای تنگ شد. گفتم مثلا قبل از اینکه با هم درست حسابی حرف بزنیم چرا که اصلا ریکورد نکنیم این صحبت و این کچاپمون رو که قشنگ خود جنس باشه به قول معروف، چون من الان چند تا پادکستی دارم حرف از این میزنم که آقا بزرگ شدم و دیگه فکر میکنم جغ زدن رو بیشتر دوست دارم بعضی وقتا از سکس و نمیدونم، یه دارم یه ذره تو باقالیا میرم. آقا شهریار گفتیم آقا قبل از اینکه این اتفاقا بیفته گفتیم با شهریار کبیر بیایم صحبت بکنیم که زیادی منحرف نشیم و صراط المستقیم بتونیم همچنان ادامه بدیم. روز بعد از ظهرت بخیر باشه و بعد از ظهر همه دوستان هر جا هستن. جای دیگه که وقتهای دیگه است، ما اینجا تو لس آنجلس ساعت منو میبینی خوب نمیبینی؟ آره همه چیت عالیه. حالا ما گفتیم که اینه در اصل این پادکست میشه من که این اسما رو بلد نیستم، بدونم ویدیو لاگ، بعد زنم گفت میگن وی لاگ، ویدیو لاگ ما رو قدیمی هاست. گفتم حالا هر چی هست ولاگ هم میگن، ولاگ خالی ولاگ حرفا. بعد خلاص اگه قیافه من معلومه اصلا به خاطر به به برو بریم. حالا من چیکار کردم داستان مستی و راستی از اونجا شروع کنم که رب پیدا میکنه به این حرفایی که امروز خواهیم زد. ببین اولا که یه تیشرت پوشتم خیلی بامزه است، میخواستم اینو ببینه به خاطر تو پوشتم. این تیشرت ببین نوشته چی؟ آخ هاروارد. اولی پایینشو باید بخونی، اینو بخون. میگه cuz everybody can get into MIT. عاشقت واقعا، یعنی تیشرت هم مثل خودته، فقط یه بیلاخ بزرگیه به دنیا. خلاصه این داستانی که اولا مستی و راستی رو بگم، من الان درست امروز که دارم با تو حرف میزنم خیلی روز جالبیه، چون از روز یک شنبه من تصمیم گرفتم یه مدتی ببینم میتونم درای باشم یا نه. نه من درای هم یعنی چی؟ آها درای هم یعنی چی؟ یعنی مشروب الکل نخوری.
ولی چیزای دیگه چی؟ چیزای دیگه هم ممنوعه یا نه؟ چیزای دیگه اگه خوبش باشه. ولی چه جالب، مشروب بس نمیخوای بخوری مدتی. چند مدتی مدت؟ باش. چند مدت تصمیمه؟ حالا درای پیریدی که باید ترای کنی اصولا 4 تا 6 ماه دیگه. 4 تا 6 ماه فکر من بیام الی مردو با هم یه شات تکیلا یا آبج و یا کباب و یه باربیکیو نذاریم با هم دیگه. البته. داستان شتوریه. داستانش اینه که حالا اونا رو براتون تعریف کنم چرا آدم میفته تو این تله. برای که این همین به این داستان حرف. اولا که به دوستان که تعریف کنم، اصلا بحث من و کینگرام عزیزم چطوری شروع شد، چون که من یه 2-3 سال ازش بزرگترم. دو سه سال بعد خب یه سری اکسپریانس ها رو خب داشتم اینا. هی بعدن به شما خواهم گفت، انقدر گفتی الان 100 تا بعدن به شما خواهم گفت. اصلا این داره میگه الان من بعد با تو اینترویو کردم. مستر اسمش چیه؟ بذار خفش کنم اینجوری بیا. آها خفه شد. این الان من تو اتاقم هم آمازون دارم هم حرف میزنه، هم این گوگل ها رو گذاشتم دارم حرف میزنه. بعد بعضی وقتا که حوصله‌ام سر میره با آمازون میگم خودت با گوگل حرف میزن، بعد میزنه. ببینی این چین داستان اینطوری شد که من یه تکی کلامی دارم که این تکی کلام خیلی تک کلام مهمه که این بزرگتر همیشه به جوونا باید این تکی کلام بگر. لهجه‌ام، من عاشق کسانی هستم که همه جای ایران رو دوست دارم، شمالی ها همه جا، و لهجه هم که من استفاده میکنم به خاطر عشقمه به اون قسمت ایران. این لهجه باید رشتی باشه. حالا داستان خودش هم خیلی طولانیه، یه روز دیگه باید بگم چرا این گفتنش رشتیه. ولی من همیشه بهش یه کاری که میکنه میگم آقا این کار نکن. آقا چرا نکنم؟ میگم من بعدن به شما خواهم گفت. این اصلا یک اسم یه سری پادکست باید بشه، من بعدن به شما خواهم گفت. این داستان اینه که این ما همگی فکر میکنیم یه سری زندگی های خیلی مخصوص به خودمونو داریم و این اتفاقی که برای ما میفته برای ایشکی دیگه نیافتاده، یا اینطوری برای ایشکی نیافتاده، یا اصلا زندگی. ولی وقتی که یه ذره از زندگیمون دور بشیم، مثلا یه هلیکوپتر مغزی سوار شو، همجوری برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا، همجوری که پایین رو نگاه میکنی مثلا فکر کن 5 متری من واسطه باشی، باز بالاخره میبینیم کله کچل منو میبینی، کینگ رام میبینی، یه کلاه خیلی شیک سرش، هنوز میفهمی این شهریاره اون رامینه حرفو. یه ذره برو 10 مترش کن، 10 متر رو بکن 15، بکن 20 متر، بکن 50 متر، دیگه فقط میدونی آدم اونجا واسده، دیگه نمیتونی فرق مردمانه ببینی. زندگیمون هم داستاناشون تقریبا همین جوریه. یه ذره که دورشی از داستانای هر روزیمون، این کفش پوشیدم پام درد میکنه، اون بانک پول ندارم، این کردیت کارت، این حرفا رو که یه ذره برورات میبینی، این داستانا تقریبا همونجوری داره برای همه اتفاق میفته، فقط یه ذره فلفل نمکش کم و زیاد تره. بنابراین برای سنم داستان اونه. سن متاسفانه چیزیه که وقتی بهش میرسی میفهمی چه خبره. هر چیم در آینده یکی بهت بگه آقا 15 20 سال دیگه اینطوری میشه، یا نمیشنوی یا میشنوی میگه اوه حالا 15 سال دیگه چه خبره از این حرفا. درسته؟ اولا که میخوام بگم که زندگی یک من اینو قبلا هم فکر کنم یه بار اونقدر ما مراتو حرف زدیم، مثلا نمیدونم کدوم حرفا رو زدم کدوم حرفا رو نزدم، مهم نیست، منم یادم نمیاد نصف حرفا رو بزن راحت. ولی این اشکال نداره. تو میگه مسی و راسی، میگه من اونقدر هنوز الکل تو بدنم هست که من فقط یه ذره بعد فکر مسی رو بکنم همون هم مس میشه. اولا که یه چیز خیلی جالب رو فکر کردن، وقتی شما موادی رو استفاده میکنین که حالتون رو از این حال به یه حال دیگه میکنه، و اگر شما تو اون حالتی که هستی هم خوشت بیاد از اون حالت، هر دفعه که داری این کارو میکنی مغزتو مثل کامپیوتر داری پروگرام میکنی، میگه این اتفاق که میفته خوشت میاد، این اتفاق که میفته خوشت میاد، این اتفاق میفته خوشت میاد. بعد یه مدت مغزه میگه خب من الان میخوام خوشم بیاد، پس بذار اون اتفاق بیفته. این کامپیوتر هابیت، این لامصب، این فورس آف هابیت یا عادت، اصلا یک عادت، یک چیز عجیب غریبیه و ما حیوانات عادت هستیم بدجور. خب حتی کلمه بهتره باشه از عادت، هابیت. حتما من اون یادم نیست، حالا گوگل میکنم وسط حرفه، تو بگو خودت بگو. حالا
جوری بود که شما توجه کنین جوونا یا همسنهای خودم فرق نداره، جوریه که وقتی شما مثلا من یه چیزی میخوام براتون تعریف کنم، همه اینا البته هایپوتتیکال ها، یعنی نمیگم من این کارو کردم یا من این کارو نکردم، خب ولی فکر کنین شما اگه یه بار کوکائین استفاده کرده باشین تو زندگیتون، خب کوکائین یه دونه پلانتیه که توی جنوب آمریکا استفاده میکنن مردم اونجا که کوهنوردی کنن، یه ذره شد یه برگش رو تو دهنشون میذارن، یه ذره انرژی میده، یه ذره یوفوریا میده، یه سری کارا رو میتونن بکنن، ولی خب مثل همه چی ما میرو اونجا و این درخت رو خالیش میکنیم و 500 هزار تا برگ و شیمیایی بهش میزنیم که عنصرش رو بکشیم بیرون، بعدش هم میذاریم تو دماغمون. خب شما اگه اینو استفاده کنی، اگر حالت خوبی بهت بده، یکی از اتفاقایی که میفته اینه که به خاطر اینکه این اولین برخورد این کیمیکال با مغزتون، یکی از کارهایی که میکنه دایجستیو سیستمتون رو شروع میکنه به شوک دادن، که اگه شما مثلا 3 ساعت دیگه قرار بود برین ادرار بزرگ بکنین، همونان باید بری ادرار بکنی، یعنی این فشار میده باید بری پایین، یعنی یکی از مسخره بازی اینه که کسی که از این خطا میزنن پشتش باید بدو برن توالت، اگه آردی تو توالت نباشن، یعنی تو خونه مردم آردی تو توالتی داری این کار میکنی، رو میز نارخوری که نمیکنی، برای همین چیز این یکی از کادوهایی بود که خدا بمون داشت، شما کوکائین تو توالت میکنی همان هم باید بری برین. حالا برای چی من این داستان کثافت رو برای شما دارم تعریف میکنم بچه ها؟ این داستان خود چه ربطی داره به برنامه ما؟ اگه ما بایدن به شما خواهم گفت چرا ربط داره، اینه که شما بعد یه مدتی که این استفاده رو کردین، این اتفاقا با هم میافته دیگه، و فکر کن یکی از دلایلی که کوکائین مردم استفاده میکنن، مردم بیلیونر شدن، تمام دنیا استفاده میکنن کوکائین، اینه که من نمیخوام دروغ بگم به جوونا، واقعا حالتون رو خوب میکنه، آقا چرا دروغ بگم؟ بدبختی های دیگه میاره با خودش، ولی برای یه 40 اگه کوکائین خوب تازه گیرت بیاد، بستگی داره بسیجی ها چجوری دارن پخش میکنن تو ایران، اگه خوب پخش بشه، درسته؟ اگه چیز خوب گیرتون بیاد، کوکائین نسبتا خالص مثلا 15% باشه خالصه، اگه اینا که تو خیابون میخری مثلا 1% کوکائینه، پیور کوکائین که خیلی سخت استفادهش، برای این که is too much. خب حالتتون رو برای 40 دقیقه، مثلا 40 دقیقه، یعنی واقعا حالت خوب میشه، پروبلم های دنیا از بین میره، خوشگل میشی، قد بلند میشی، خوش صدا میشی، همینو تو مغز تو مغز خودت البته. آره ولی حالا یه پرانتز دیگه هم بکنم، وقتی که تو مغزت این اتفاقات میفته، در بیرون تو همین اتفاقا میفته، برای اینکه نصف این انرژیایی که فکر میکنی خوشگلی و خوبی و از این حرفا از تو خودت میاد بیرون. تو اگه توجه کنی آدمایی که تو دنیا بیرون سکسسفولن، باور میکنن خودشون که سکسسفولن، یعنی اول از تو شروع میشه، برای همین این کوکائین بعضی وقتا کار عجیب غریب میکنه، چون آرتیفیشلی حالت رو خوب میکنه، چون حالت خوبه تو این پروجکشن و این فیلمو میفرستی بیرون، مردم این فیلمو میبینن باورشون میشه، برای همین به حقیقت هم یه جور رب پیدا میکنه، به طور مسخره، یعنی نه مسخره ولی به طور نامستقیم. خب حالا چرا همین داستانا رو گفتم؟ شما فکر کن پس یعنی اخی کوکائین قبول کنین حرفمو، کسانی که استفاده نکردن حالت خوب میشه برای 40 دقیقه، اینو قبول کن. حالت که خوب میشه، ولی خب این ادرار هم میخوای بکنی، یه 5-6-7-8 بار که این کارو کردی یا در 20-30 بار مغزتو پروگرام کردی، مغز میگه من این پودر سفیدو که میکنم تو دماغم اول ادرارم میگیره، 5 دقیقه بعدم حالم برای 40 دقیقه میشم توپ به توپ. خب این میشه، مغزتو پروگرام کردی، یه جوری میشه جوونا، یعنی اینقدر قویه این داستان، با مغزت بازی میکنی که وقتی که یه نفر حرف کوکائین خوبو میزنه، شما دنگت میگی اصلا کوکائین نیستا، دو نفر دارم هم حرف میزنی که میگه آقا دیروز یه کوکائین خیلی عالی جای تو خالی زدیم تو رگ،
یه دفعه باید بری توالت. نه واقعا این... آره اون تاثیر این پروگرامینگ مغزته. یعنی فکر کن پروگرامینگ مغز شما چقدر قویه. حالا شما راجب کوکائین این داستان پروگرام کردی خودتو، فکر کن اگه راجب چیزای خوب خودتو پروگرام کنی چقدر قوی میشه. یه صد تا چیز دیگه. آره خیلی جهان ثابت شده که آدم هابیت خوب یا بد اگه بتونه 6 8 هفته کانسیستنت به حالت متداوم اینو پیگیری کنه دنبال کنه جا میفته، چه عادت خوبی باشه چه عادت بدی باشه. برای همین هم از این مشروب من گفتم میخوام به اون مدت نرم تو، چون مشروب رسونده بودم. حالا چرا میریم تو مشروب؟ امروز میخوام روزو شرف بزنم و چرا میافتادم تو این داما از این حرفا. آره منم واقعا همین برام من رفتم فار با یه دیسکانکشن و اینام ربط داره به حرفایی که میخوایم بزنیم. بله حالا فکر کنین من شخصی که جلوتون واسادم دارم راجع به این داستان و مثلا ترک مشروب با شما حرف میزنم، من شخصی بودم که تا 40 سالگی مشروب نخوردم. دوباره تکرار میشه، من تا 40 سالگی مشروب نخوردم که یعنی یه گلاس شراب دستمون میگرفتیم که کول باشیم، یعنی که یکی بیر میداد ما میخوردیم نمیفهمیدم چی بودم، واه با این چه بیر خوبی، حالا میخواستم مثلا بالا بیارم از مزهش. خب اینجوری مشروب میخوردیم. از اون برس که مثلا هر روز بعد کار میای مثلا 2-3 شات 4-5 شات بایستی بزنی تا تازه نرمال شی. از اونجا تا اینجا چه راهیه؟ چجوری کدوم جی پی اس استفاده کردم که خودم رسوندم به اینجا؟ حالا فکر کنم ما اینجا کار داریم، زن داریم، بچه داریم، صد تا آدم دستش به من دراز کمکشون کنم صد جور. خب چجوری شد؟ چرا میای اینجا؟ اینا خودش یک بحث جالبیه که من البته زندگی شخصی خودم دارم براتون، خیلی شخصی خودم براتون تعریف میکنم. خب ولی همونجوری گفتم وقتی که بری 50 متری من واسی، این زندگی شخصی منه، یه ذره چیز شخصیش از سوش در بیاری حلاجی کنی میشه زندگی همه، یا تقریبا زندگی همه، نمیگم دقیقا زندگی همه. خب حالا جوونی این اول میخوام با این شروع کنم، اینو قبلا بهتون گفتم یا نه؟ اگه بهتون گفتم که خب ببخشید، اگه نگفتم چیز جالبیه و خندتون هم شاید بگیره. زندگی مرد رو میخوام بگم، برای اینکه خب من زن نیستم که بخوام راجع به اون حرف بزنم، ولی زندگی مرد رو میتونم بگم. خب زندگی خودم میتونم بگم، زندگی مرد تقسیم به 3 قسمته. خب قسمت اول که ول کن تا از 0 تا مثلا 10-11 که اصلا نمیفهمی چه خبره، داری خودتو میسازی و بزرگ میشی و مغزن همه چی. بعد میرسی به اوائل تینیجری و تا مثلا بگو سن 30 بعضی 35، همه چیز هم که بهتون میگم 5 سال اضافه و کم کنی، بستگی داره به ژنتیکتون کجا بزرگ شدین چجوری اینا دیگه، دقیقا سر 30 این اتفاق نمیفته مثلا سال 9. خب سر این اول زندگی از مثلا 12-13 بگو تا مثلا 30-35 اینطورا، این قسمت اول زندگیته، قسمتی که باید زندگیتو درست کنی، تحصیلاتتو بکنی، شغلتو گیر بیاری، اگه زنیه هست زن این حرفا. خب این مهره اصلی این قسمت زندگی مردا که به جلو میبردشون شهوت از آینستاین گرفته تا از دیگه هر کی، تا اون ورزشکاره، تا اون موزیسینه، تا اون دکتره و مهندسه و اینم از لحاظ بیولوژی اصلا لازم بود که اصلا نسل انسان به اینجا برسه. اینو من که شهوت نبود خب دیگه ایشون این شهوته، هر فکر میکنه مثلا من چیکار کنم، چجوری پول در بیارم، این کار کنم بتونم برم یه دختره رو گیر بیارم، اگه دختر یه پسر، اینایی که رو هم دیگه سوار شیم از این حرف. این قسمت اول زندگی خیلی راحت، شهوت وکتر اصلیه که شما رو هول میده به جلو. حالا نه همه ها دوباره فکر نکن من، ولی بیشتر آدم ها، اصلا من شخصا و میدونم آقای رام که جلوم نشستم، من بیگناه، این شاگرد بادی نبود دارین، من بیگناه. خب حالا بعد قسمت دوم زندگی من که از 30-35 مثلا 40 شد تا مثلا 60-65-70 میره، حالا دوباره 50 اینا، دو قسمت دوم زندگی مرده. قسمت دومی زندگی مردم دیگه مثلا کارتو شروع کردی کردن و یه مقدار حالا یه پولی هم تو جیبت هست، حالا نه زیاد نکن، ولی بالاخره
اونجوری مثل جوونیات بدبخت نیستی از این حرفا و یه گوهای خوردی، شروع میکنی علاقت شروع میکنه رفتن به چیزای قشنگ دنیا، مثلا یه غذای خوبی بخوری، یه شراب خوبی بخوری، یه جای خوبی رو بری ببینی، یه کتاب قشنگی رو بخونی، دیگه شروع میکنی یه ذره از با دوستات جمع شی، اینجور چیزا. یعنی نه شهوت از بین نمیره، شهوت هست، ولی شهوت دیگه از سن جلو، اینقدر جلوت واسطه داره داد میزنه تو صورتت، هیچی دیگه رو نمیشنوی. یواش یواش میتونی با دست شهوته رو بزنی کنار، اون پشتش رو گوری، چه درخت قشنگی اونجا، این تابلو قشنگی، عجب چلو کبابی بود. میره تو این خطا. حالا من تا قسمت سوم زندگی رو براتون تعریف نکردم، بگم چی بود داستان. ما اینجا خب شما حالا تو ایران نمیدونم چی جوری داستان، حتما همینجوری همه جا دنیا الان دیگه یکی یکی شده. من یادم میاد که میرفتیم ما اینجا اسمش میذارن دیت. دیت به فارسی چی میشه؟ دو نفر میرن دیت، میرن با هم دیگه بیرون میرن شروع کباب بخورن. زن چه شما بعد دغل بازی در بیارین تو ایران این کارو بکنین، اینجا تو آمریکا یه ذره راحت‌تر، یارو آقا بیا بریم دیت، میرو رستوران میشینیم با هم غذا میخوریم. من یادم میاد که اونقدر این داستان اول زندگیم شهوت قوی بود که ما که میرفتیم نهار و شام بخوریم با دخترها، مثلا میوردیمشون دیت، من تمام فکر ذکرم بود که من چطوری با این خانم باید بخوابم. با اینکه خب اصلا به خاطر همون دعوتش کردم، چون ازش خوشم میومد، قیافش خوشم میومد، از این حرفا اترکتید بودم. به فارسی نه باز چی میشه، ببخشید فارسی من آب کشیده، ولی یعنی میخواستم باش نزدیکی کنم. بعد قسمت دوم زندگیم که شد که باز رفتیم رستوران و غذا خودیم اینا، من وسط یکی از این داستان رو مثلا فکر مثلا 40 سالم بود حتی هم چیزی، من دیر ازدواج کردم، یه دفعه این خانمه که جلو من نشسته بود هنوز خانم خوشکلی بود و من اترکتد بهش بودم و همه چیه، اونا سر جاش، ولی یه دفعه دیدم از دورا دور صدای این زنه رو من دارم میشنوم، یعنی صداش همیشه به گوشم میومد ولی نمیشینم داره چی میگه. تمام فکر و ذکرم بود که من هر چی میگه بگم آره و نه، هر چی میخواد بگم، نه دیگه به این دغل بازی، ولی تقریبا اونطوری که من با این خانم بتونم همخوابی. سر 40 سالگی برای دفعه اول من دقیقاً به حرف یه زن داشتم گوش میدادم تو زندگی. فکر کن که اولا که یه چیزی بود که راجبش من هیچ راضی نیستم، یعنی با خودم که نگاه میکنم میگم عجب آدم احمقی هستی، و بعد سر 40 سالگی فهمیدم چقدر حرفای قشنگی این زنا دارن با آدم بزنن که من رو عبق تو اون موقع تقریبا گوش نمیدادم، چون که این شهوته داشت داد میزد تو صورت تو گوشم. نسلو عوض شده آقا شهریار، نسلو عوض شده. من دارم راجب خودم حرف میزنم، نسلو خدا کنه عوض شد. تو این داستانی که تعریف میکنم دراماه، کمدیه، داستان دراماتیک کمدیه. من یه روز با آقای ایرج پزشکزاد که دایجان ناپولون رو نوشته، نمیدونم بچه ها هنوز میخونن نمیخونن، دوست دارن زمان ما، زمان دهه 60 و 70 میلادی، این کتابه اصلا فیلم شد و مثلا آقای پرویز صیاد اینا بازی کردن، یه فیلم خیلی قشنگ سریال در اومد ازش که حتما ببینین، جالب فیلمش. من یه روز رفتم باش با آقای پزشکزاد حرف زدم، کتاب آورده بودم، یه سخنرانی داشت، کتابو امضا کنه، از این کارهایی که آدمای معروف میان میکنن، ماها میریم این کارو. بعد منم خواستم مثلا خیلی مثلا یه درست حسابی با این شخص حرف بزنم، بالاخره یه آدم خیلی مهمی بوده در تاریخ معاصر ایران، رو به چیزای نوشتن، خب کتابش فیلم شده، از این حرفا گفتم آقا پزشک شد عجب کتاب طنز خوبی نوشتی شما، خیلی جالب، خیلی دوست داشتم اینا، برگشت گفت این کتاب طنز نیست، این کتاب یه وضع دراماتیک ما رو در قرن 20 می‌خواست نشون بده، من از متد طنز استفاده کردم، ولی گول من نوشتن طنز نبود، این یک عکسی از جامعه ما بود که یک عکس ناراحت کننده باید در حقیقت باشه. خلاصه این داستانی که من دارم برات تعریف میکنم همون جوریه، دارم با طنز برات تعریف میکنم، ولی جالب.
میارم به کجا؟ میرسیم به قسمت سوم زندگی یه مرد که دیگه اینا همه تموم شده، شهوته که دیگه خداحافظ شما، مثل دراکولا رفته اونجا خوابیده، درش هم بسته تا زندگی بعد. قضا مزام که دیگه یواش یواش اینو میخوری دلت درد میگیره، اونو میخوری بهت گاز میده، اینو میخوری همچی میشه، اونو میخوری همچی میشه، دیگه فقط میرسی به چی؟ قسمتی که از 70 به بالا میشه چی؟ با دوستا میشینی میگی دیشب خوب خوابیدم، صبحم خوب ادرار کردم. هایلایت دی دیگه اینه دیگه، هایلایت دی. و حالا اینا رو من دارم به تو میگم یواش یواش، به خدا میگم من زنم که پا میشیم صبح، پا میشم زنم میگم وسط صبحونه یک حرف خیلی دیپ که بهش میخوام بزنم، میگم چقدر دیشب خوب خوابیدم. من اصلا یادم میاد وقتی 20 سالم بود اصلا مطرح نبود این برنامه، برای که هر شب خوب خواب میخوابیدم، چی به کی بگم خوب خوابیدی؟ تقما که خوب خوابیدی، هو کیرز. من بدبخت بزنم میگم من دیشب خیلی خوب خوابیدم، اون زنم هم او به به فلان، میگه خب هر روز بعد به من بدبخت گوش بگم آیا خوب خوابیدم یا نه. چی بگه یارو، آقا من جوانتر زنم بیچاره گیر ما افتاده. حالا این داستانه که دارم تعریف میکنم خیلی کلی بود دیگه، به قول خودت میگی نه خب جنراسیون ها فرق میکنه، ولی حالا 10 سال کمتر 10 سال بیشتر یه ذره، و داستان اینه وقتی که میشه 85 سالت نمیشینی به دوستا بگی آقا یه دختره بود دیشب از شب تا صبح با هم دیگه حال کردیم، بعد صبح پاشیدیم رفتیم یه سیره به شیردون زدیم بعد رفتیم جاگینگ، اصلا این حرفا نی. میگه من دیشب تونستم از سخت بیام بیرون که بیام اینجا با شما بشینم. خودش یه چیز قویه. و این سایکل زندگی چون میدونیم که این سایکل ها حالا با یه شاخ و برگای مختلف هی دارن اتفاق میفتن، پس یکی میگه خب سوات، سواتش اینه که اینا شما داری آینده تو میتونی ببینی، حالا نه دقیقاً شما فردا ساعت 6:45 دقیقه چه اتفاقی میفته، ولی چون میدونی کجا داره میره، اولا از آخرش که میتونی شروع کنیم هممون مردنی، خب این که خیلی خوب از اونجا شروع کن بیا عقبتر، اون وقت تو این حالت ها که اتفاق میفته یه سری چیزا که میدونی میشه میتونی باش بجنگی، یعنی مثلا یه سری مردا خانوما میرن 100 تا عمل میکنن تا دوتا گوشاشون به همدیگه بچسبه، خب اوکی من اصلا هیچ عقیده راجبو ندارم، اگه خوشت میاد برو بکن، پولش هم داری چرا نه، اما تو داری با طبیعت میجنگی، هر وقتم با طبیعت میجنگی یک برنده داره این جنگ. و اون برنده شما نخواهی بود. Let's put it this way، به قول قدیمی ها. خیلی به نکته جالبی اشاره کردی واقعا شهریار، و میدونی من خود من تو این پروسه که یه ذره گیج شده بودم و یعنی در اصل یه سوالی که دارم برداشتم فکر میکردم که الان چون دنیای جوونا آدما یه حالت خیلی مستقلتر و هایپر اندیویجوالیستیک تر و خیلی نارسیسیستیک تر شده، یعنی اون شهوته هست برای همم هم فکر میکنم هنوز، حالا نمیدونم درایوینگ فاکتور شاد به اندازه خیلی، ولی هنوز مطمئنا جزء بزرگترین درایوینگ فاکتورها هستش 100%. ولی الانم همین این بحث اولی که کردی در مورد کوکین و این دوپامین راشا یا این هپی هورمونا و این تریگرهایی که هبیتایی که ایجاد میشه به اینا و سریع عادت میکنیم، هر لایک اینستاگرام و توییتر رو جواب دادن و عکس دیدن و فیلم ریویو شده یه کمی از این تولید میکنه، آره یه کمی از همین تولید میکنه، یعنی اون جای مغز چه آدمی که قمار میکنه چه کوک میزنه چه اینستاگرامش لایک میشه همون جای مغز رو دقیقاً ثابت کرده یعنی اکسیدنتال نیست داداش. این یه دونه تلفنی که من دستمه، خب شما نفری مثلا از 50 60 70 دیگه الان 70 دلار چه پیدا نمیشه، ولی از اونا دادی تو بعضی وقتا 2-3 هزار دلار برای اینا پول میدن دیگه، خب یعنی چیز گرونیه، میگه خب این چه 2000 دلار یا هزار، این 2000 دلار نیست، این بیلیون ها دلار تو دستت، برای اینکه هر پروگرامی که برای این نوشته از اون مرد که فیسبوک گرفته تا اینا میدونی چقدر خرج کردن که این اتفاقی که تو الان راجع بهش حرف زدی بیفته،
این هیچ اتفاقی که اینجا میفته فکر نکنم تو علکیه. من یه سوال کردم از شنوندهام، گفتم که آخرین باری که 24 ساعت به تلفنت نگاه نکردی کی بود؟ کی بوده؟ هیچ کی جواب نداد. یعنی همه گفتن نبوده. از وقتی که اولین آیفون و فلان در اومده. تنها کسایی که جواب دادن اونایی بودن که گفتن آقا ما زندان بودیم، نتونستیم چک کنیم. یعنی خیلی کمدی است تلخ. اینم دوباره میگم یه تراژدی عجیب غریبی که واقعا ولی آخه اینو ساختن برای این کار. آخه اینو اینجوری نیست که الکی اینطوری شده. 50 60 نفر آقای فیسبوک، آقای فیسبوک میدین سالری که میده پدستک 250,000 دلاره. میدین هم نمیدونم شما میدونینم میدین رو، بذار برای تعریف کنم. میدین یعنی چی؟ یعنی نصف یه خطیه که نصف آدمایی که اونجا کار میکنن از این بیشتر در میارن، نصف آدم ها از این کمتر در میارن. اوریج نیست، میدینه. خب یعنی نصف آدم ها دارن تازه از این بیشتر در میارن. وقتی که تو 250، خب ببینید تو ایران 250,000 دلار که دیگه اصلا تو فورگت اباوت ایت، خودتون که بلدین یه پول عجب غریبیه. خب 250,000 دلار در سال، خب برای چی بدن به اینا؟ چون که خوششون میاد از قیافشون. اینا highly professional specialized people فلان فلان شده اونجا میذارن تو اتاق، میگه آقا یه کاری کن که این از کوکائین بدتر بشه. و تونستن این کارو بکنن، تونستن این کارو بکنن، این از کوکائین بدتره. آره و همه اپ‌های مختلفی که اومده و میگم مثلا من خودم چیزی که اعصاب خودم رو خرد میکرد، چون پادکست وقتی که میدونی معروف میشه و توقعات زیاد میشه و چشای بیشتری روی آدم میاد، شنوندهای بیشتری میاد، یه فشاری رو آدم میاد که زیر فشاری داشتم دیوونه میشدم. حالا من در موازات اونم یعنی بیشتر از این، بیشتر از این و موازات اونم با اعتیادهای خودم داشتم میجنگیدم. آخر یه خط، آخر یه جنگ بزرگی بودم با یه اون دارک ساید خودم که باهاش کنار بیام و درکش کنم و بتونم قبولش کنم، که چون هممون تو جزی از هممون هستش این دارک ساید، اونجایی که به این سمت این شهوت ها یا به این اعتیاد ها یا این هبیت ها میره و با فقط بهش آگاه بشیم. و به نظر من درسی که من گرفتم اینه که نمیتونی اینا رو بکشی، همیشه باهات هستن، فقط یا بگیدی که خودت هم میکشی اگه اونا رو بکشی. دقیقاً خودت میکشی اگه اون قسم اون آدم هم بکشی، و یاد بگیری که با اینا کنار بیای، اگنالج کنی، درکشون کنی، باشون حتی صحبت کنی به اون پارت خودت. حالا آقا اصلا چرا میری یه چیزی میکنی که شاید یکی بفهمه؟ رفع آقا تو فکر کن چند نفر که اینجا تو این پادکست نشستن از بو و طعم ادرارشون خوششون میاد. خب شاید بعضیا باشه، همه نوع آدم داریم، ولی بیشتر آدما خوششون نمیاد، نه بوش نه طعمش. حالا طعمش نمیدونم کی، ولی خب بوشه که همه احساس کردیم، درسته؟ ولی مثلا خب این چیزی که چه بدیه دیگه، یعنی خوشت نمیاد دیگه، پس یه کاری کن که دیگه ادرار نری. همانا 4 روز بعد میفتی میمیری. تو هممون همه چی هست که خوب نیست، دوست نداریم، خوشمون نمیاد، ولی اینا احتیاج داریم به این چیزا برای زندگی، درسته؟ همه و اون قسمتی هم که بهش میگیم سیاه یا قسمت دارک سایدمون، خیلی از انرژی زندگی از اونجا میاد. فقط اون انرژی که از اونجا میاد و ما صاف بدون اینکه راجبش فکر کنیم تو حلقمون فرو میکنیم، یا یه سری رفتن به لول بالاتر زندگی رسیدن میگن من تو رو میبینم، من میفهمم تو چی میخوای، این اجدرهی هم که داری به طرفم میفرستی رو میبینم، ولی قبولش رو نمیکنم. خیلی ممنون. این حرفی که من میزنم خیلی سخته ها، در ذهن من خودم نتونستم این کارو بکنم، ولی میگم من 40 سال تو کشید، یعنی خونم پاره شد تازه. یعنی واقعا حالا 40 سال، ولی واقعا 15 سال من الان احساس کنم اولین بار تو زندگیم بعد از مدت ها واقعا کلریتی دارم، بعد از مدت ها دارم هبیت های خوب دارم فرم میکنم، بعد از مدت ها واقعا دی آرامشی رسیدم با خودم، خیلی راحت ترم و دیگه علیکی هرس نمیخورم، علیکی عصبی نمیشم. و این به این کنار اومدنه اصلا میدونی یه سباکی. خیلی ازم پرسیدن که آقا چی بود که تو رو تریگر کرد، که مثلا اتفاق خاصی بود، و خیلی در موردش فکر کردم، دیدم که نه، میدونی یه کلمنیشن اتفاقات بود، بالا پایینایی بود که منو به این نقطه رسوند، به این اوج که دیگه بالاخره به خودم
چشام باز شدش که متوجه شدم که شت 10 سال من دارم غلط میزنم تو این آنو گو و enough is enough. و یه روز صبح شدم و یه آدم دیگه بودم. اینجوری نبود که بگم یه اتفاق افتاد رفتم و این چیزای کمک هم میکردن، یعنی همه این فاصله گرفتن که موبایل نداشتم یه مدتی تو فارم بودم با طبیعت و در ارتباط با آدمای خیلی خاکی و ریلکسری که دنبال شهرت و معروفی و لایک و نمیدونم پول و فلان اینا نبودن. حالا نمیگم زندگی اونم ایدالا، اون من خودم خیلی آیدیالایز میکنم این زندگی هیپی توریه، میدونی کامیونیتریانیزم توریو، و واقعا هم هنوزم یه پارتی توم هست که فکر میکنم خیلی خیلی خودت توی کمیون اصلا بزرگ شدی. آره همون یه پارتی تو من هستش که اصلا واقعا بالاخره یه روز این اکسپریمنت این فارم زدن رو راه میندازم و یا موفق بشم یا شکست میخوره یا چیزی بین جفتش، هر چی مثل بقیه چیزای زندگی. ولی این حسی که الان دارم، این آرامشی که بهش رسیدم، یه ذره باعث شده که بتونم دیگه مثل میمونه که یه پادکست به این باحالی بزرگی ساختم، مثل یه محصولی دارید تو که محصول خیلی باحالیه و زندگی خیلی رام کمک میکنه، محصول بدی هم نیست، مثلا مثل کوکین یه چیز خوبیه. بعد یهو بخوام بگم آقا نه من پشت میکنم مثلا لج میکنم دیگه هم نمیخوام ضبط کنم، هی با خودم فکر کنم بابا این پادکست به حرفایی که با شهریار میزنی، با جیسن میزنی، با آیدین میزنی، با فلان خیلی رو خیلی تاثیر میذاره. میدونی مثلا ببین همین امروز یکی از دوستان بهم زنگ زد، حالا اصلا میخوام آشنا کنم این خانم با تو. این امروز گفت ببین شهریار، آخه ببین تو نمیدونم چی این فامیلت اونطوری، اون روابط نمیدونم فلان از این اون بر اینا، خب بالاخره این پادکست ها میره ایران، یه سری آدمای دوست و دشمن گوش میدن به این چیزا، بعد تو رو تو سیب ممکنه بذارم اذیتت کنن یا مثلا نتونید که بری ایران، از این حرفا داشت با من میزد. من یه ذره فکر کردم دیدم خب یه حیز حرفا که میذاره شاید راست باشه، من نمیدونم چقدر راسته چقدر راست نیست، تو ایران اصلا یه شخصی مثل من براشون مهم هست نیست اصلا، ارونو، ولی نمیدونم. ولی چیزی که با خودم گفتم اونطوری که کامنت ها رو دیدم، اونطوری که بچه‌ها دیدم جواب دادن، بعضیاشون با من حرف زدن از این حرفا، میگن بابا این واقعا داره زندگی که من کردم، فقط اکسپریانسم، حرف داستان تعریف کردنم داره به زندگی خیلی ها کمک میکنه، که همونجوری که گفتم 4 تا چوبی که تو کونه من رفته تو کونه اونا نره. بچه آره اون فکر میکنم هنوز همون دایجا ناپولونی هست دیگه. یه توهمی که آدما، من یادمه که یه سری آدما اینقدر اینو بده تمومش کنه حرفا، همین رو خواستم بگم. اونجا بود که به خانمه گفتم من حاضرم این پی رو بتنم بمالم که بتونم اولا هنوز رابطمو با جوونا که من تو دانشگاه هم درس میدم، من اصلا دوست دارم رابطمو با جوونا طرز فکرشون که فرق داره با من، هر جنراسیونی که میاد خدا رو شکر که فرق میکنه، اگه همه جنراسیون مثل جنراسیون من بعد فکر میکردن که یک چیز گوهندرگوی میشد، خب عوض میشه و باید بری، باید ماها که سنامون بالاتره باید نریم تو زندگی خودم. من خیلی راحت بعد کافی مال و مال دارم، زندگیمو کردم، پولمو در آوردم، همه چی میتونم در آوردم، برم اینجا بگم من زندگی خودم بخوام بکنم، درسته؟ ولی این کمکی به کسی نمیکنه، این زندگی کسی دیگه رو عوض نمیکنه. و یه ذره هم اگه بتونی بری زندگی یکی دیگه رو با عوض کنی، بگو آقا تو این یکی چاله نیفت، برای من اون چیز قشنگیه، تو قشنگه برای من. و این پلتفرمی که تو درست کردی به من یکی اجازه میده که این کارو بکنم. برای همین وقتی هم من میپرسی میام با 100 تا کار زندگی رو میگم آقا میام، من که شاید 2 نفر جدیدم به حرف من گوش بدن، با خدا بیشوخی دارم میگم، من خودم که حرف میذارم فکر میکنم بچ کی میاد به این چت و پتای من گوش بده آخه، برای چی از این بیشترین مهمون درخواست شده ای دیوس اصلا من نمی خودم خندم میگیره این آدم تو رو دوست دارم، میگم یا خوشحالی مثل شهری. من به یه عمه تو ایران دارم گفتم آقا این پادکست رو بالاخره باید بدبختی لینک فرستادم کار نمیکنه، اون عمم که 80 چند سالشه بالاخره تونست بره گوش بده، گفت شهریار خیلی حرفات قشنگ بود و فکر کنم به جوانای اینجا خیلی کمک کنه. من واقعا it was important for me که این عمه میگه، گفت یه ذره اگه فوش کمتر بدی هم هیچ. خیلی بامزه است واقعا، میگم
چرا بعضی وقتا من به خودم میگم دارم کار خوب میکنم، کار باحال دارم میکنم دیگه، چرا اون طمع چیه بعضی وقتا میزنه بالا، حالا برای پول، برای قدرت، برای سکس، برای توجه، از خودم عصبی میشم بعضی وقتا تو اون بازی که میافتم و خودم شو که مقایسه کردم با یه آدمای بی ربط پولدار و سلبریتی، اصلا یعنی اصلا توی کهکشان دیگه از عوض فکری و عقایدی با من زندگی میکنن و از خودم ناراحت میشم، یه فیدبک لوپ نگاتیو ایجاد میکنه که بعد خودم بیشتر سرزنش میکنم که خاک تو سرت که اصلا اینقدر تو آدم بی شعور و ضعیفی هستی که خودت با اینا مقایسه میکنی و بعد دوباره میدونی یعنی همینجوری بیشتر هی تو سر خودم میزنم و عزت نفسم یه پایین و میدونی یعنی همینجوری حالم بدتر میشه تا به یه جایی میرسم که دیگه میبارم و کم میارم، ولی الان دیگه یاد گرفتم دیگه بابا ریلکسم، یه چیزی هم میگم. آخه بابا همین دیدن این داستان خودش یه کادو عظیمیه که یه یونیورس به تو داده، ولی بعضی اصلا هیچی نمیبینن، همجوری میرن جلو مثل یه گاو و شاه میشه. میگم دیگه همون بحث اورولیان ایگنورنس از بلیس، همون چی اول بحث داشت تو میگفتی، اون آدمایی که رو کوکین اون اعتماد به نفس رو پروجکت میکنن و بعضی رو اون موندن روی اون پروژکشنه، یعنی هیچی نیستن ولی یه اعتماد به نفس کاذبی دارن و با همون اون تو زندگی و کار میکنه. آره کار میکنه، کار میکنه. و من نمیتونم، من خیلی وقتا حسودی میشه به این آدم، میگم کاش که من اعتماد به نفس آدم داشته، من الان واقعا مثلا استیو جابز بعدی بودم مثلا، چه میدونم. نه این چیزی که واقعا دارم میگم این واقعا من دیدم، هم تو زندگی خودم دیدم، هم تو زندگی خودم دیدم. من واقعا یه جایی بود مثلا یه جاهایی بود که تو زندگیم بعد میرفتم مثلا یه اینترویو بدم، یه کار میکردم، یعنی نمیگم بچه ها برین این کار رو بکنین، من دارم بعد حقیقت رو بهتون میگم. یه دونه اینترویو بود که باید اونجا خوب کار میکردم، کوالیفیکیشن یعنی چیزی که باید داشتم تو جیبم یا تو مغزم رو داشتم، ولی میترسیدم برم اونجا نتونم ارائه بکنم جوری که باید، میترسیدم. یه شات گنده یه ویسکی زدم 10 دقیقه قبلش، رفتم اون تو، اصلا آخرش دست داشتم میزدم مردم. نه اینکه مستم چه دریوری دارم میگم پس بهتر شد، اون نبود، اونقدر بسته بودم که دریوری بگم، ولی کاری که مشروبه برای من کرد درسته این بود که اعتماد به نفسم و آرتفیشلی برای 20 دقیقه برد بالا. تو هم میگه همه تونم، خیلیاتون شاید تو زندگی مست کردین که تو سر مستی میری با یه مثلا چه خانوم چه مرد باشی، میری مثلا با یه توی بار با یه خانم حرف میزنی که تو عمر جرأت نمیکردی بری باش حرف بزنی. این اعتماد به نفس آرتفیشل به تو داده. حالا با این اعتماد به نفس آرتفیشل تو چیکار میکنی؟ یه جوری میکنی که تو اون باره نشستی خود مردم تو رو مسخره کنن، یا اینکه میتونی ازش استفاده کنی به یه جای برسی. حالا من نمیگم که حالا شما صبح تا شب بریم مشروب بخورین این براتون خوبه، ولی اعتماد به نفس کمک میکنه برای اینکه این فیلمیه که از شما داره میاد بیرون و مردم اون فیلم رو میبینن. هیچ کی نمیدونه شما کی هستی، ولی توی چیز هم هستش. آره ولی بخوام اینو بگم، ولی vulnerable بودن و آسیب پذیر بودن هم توی چه قدرتی هست، اونم ولی یه تعادلیه. اجازه چرا دوتاش نباشی؟ آره نه درسته، چرا دوتاش نباشی؟ نه درسته. من نمیگم که شما اعتماد به نفس که داشته باشی دفعه اسهول میشی. مثل خیلی هایی که تو الی میشناسیم دیگه. او بله 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 فرما. نه اصلا من خندم میگیره مثلا بعضی وقتا، مثلا میگم این یارو فلانی، من یاد داستان جیسون همیشه میافتم که میگفت خب من رفتم 20 سال درس خوندم که به بابام بگم فاک یو، و آخرش هم گفتم و دیدم 20 سال زندگیمو تلف کردم. میدونی و این قضیه همیشه خیلی باهام موند، اینکه ماها بعضی خون انرژی که خرج میکنیم که حالا میخوای کمش بذار انتقام یه چیزی میخوای ثابت کنی یا بحث ایگو و بحث قدرت و این چیزا که میشه، میدونی چقدر بیهوده است. مثلا من دارم اینقدر وقت و انرژی میذارم که مثلا برم پوز یه نفر آدم رو رندوم میو توی فلان شهر تو فلان قاره رو برم بزنم که چی بشه، اصلا به کی چی ثابت میشه؟ اصلا این کارو من خیلی با خودم میکنم، مثلا به یه چیزی که یکی که منو ناراحت کرده، بعض وقتا میشینم میگم من چجوری برم از این یارو انتقام بگیرم، یا مثلا این یارو این کار کرده چطوری برم پوز بدم بهش این کار کنم که اونطور. این اتفاقات سر من میفته، میبینم که میفته، یعنی اولین چیز همون دیدنشه. خب
وقتی که میبینم اتفاق میفته این یک حرف عالی که من نمیدونستم این تئوری رو، شاید خودت تو بلد باشی چون این کلاس ها خیلی از این کلاس ها رفتی، اونم رفته، این استپ برادر منه، خب اسمش رضاست، حالا فامیلیش اینو بخوام بگم شاید نخواد بگم، خب این استپ برادر من یه آدمی هست که این آقا این همه کار تو زندگیش کرده، فرمولا 1 درایور بوده، شکار لول دنیایی رفت، این جوون کیف کرد تو زندگیش، خب ولی خیلی آسیبم دید، خیلی هم درد توش بود، الکوهالیزم، چیزهای مختلف، از این کلاس‌ها رفت. من که داشتم داستان رو برای شریف میکردم گفت شریف این اسم داره، اسمش هست The Second Arrow. گفتم این دیگه چیه؟ گفت ببین اولین تیر تیرکمون رو اون شخصی که به تو زده میزنه، یه شخصی بوده که یا بابات بوده اذیتت کرده، یا یکی بوده یه کاری کرده که تو می‌خواستی مثلا از خود دفاع کنی، یا اصلا اذیتت کرده بی خودی بی جهت اصلا، خب اون اولین تیر حقیقته، یکی بهت زده، ولی اون داداش تیر رو زد و رفت، اون اصلا یادش هم نیست این تیر رو به تو زده، اصلا تو براش مهم نیستی، اون یه شخصی که من و تو همیشه راجبش حرف میزنیم اسمش اینو میخوام بیارم، شرطی مندم یک ثانیه در روزش فکر من و تو نیست. خب اینجاست که داستان سکن ارو گفت میاد تو، گفت اولین ارو رو یارو زده، حقم اصلا حق نداشتی اینو بهت بزنه از این حرفا، اون ارو دوم ارویه که خودت با دست خودت برمیداری، تو همون سلاخ هی فلو میکنی. از اون به بعد تویی که داری به خودت ضرر میزنی، اون شخص زده رفته اصلا نمیدونی تو کی هستی، سکن ارو هی میذاری به خودتو، خودتو اذیت میکنی و هی راجبش فکر میکنی، حالا من چجوری هستم، حالا این ای پدستک چرا با من اون کاری کرد، آقا این کاری کرد یارو رفت. اینا اینجور طرز فکرا خیلی قویه اگه بتونی رو خودت کار کنی، که داری یواش یواش هم میکنی و حالا با این وولی که تو داری میزنی با این پروبلمات، خب چون که پارادیو میزنی، خدا کنه آدمای دیگه هم که این پروبلما رو داره تو زندگیشون میاد بتونن اینو تو ببینن و راقل تو این سلاخا نیفتن. حالا ببین برگردیم سر اون داستانی که داشتم میگفتم چرا یه شخصی مثل من چقدر وقت داری؟ هر چقدر بابا برو وقت زیاد داری بگو بابا. یه آدمی مثل من که درس و فلان و دکترا و MIT و کوفت و زهرمار و جاب سیریس اینا، این چطور شد که افتاد تو مشروب خوری مثلا هر شب؟ آخه چرا مثلا یارو میگه آقا تو چیه زندگیت مثلا بد بود که همچین بلایی رو بخوای سر خودت بیاری؟ موقع زندگی بد بمیگه بدبخت رو نگاه کن، مثلا تو این ور تو اون ور تو دهکده ها خیلی هست، مثلا ایران تازه خوبه شد برو هند. خب این داستان اولا حبیته و داستانی که شما یواش 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 با پای خودت میری توش، با پای خودت، که اولا که تو کشوری مثل آمریکا نمبر 1 دراگ الکله، با یک چیز عظمت زیادی فرق کنه، سیگارت و الکل، این هروئین مروئین کوکائین فلان کوف جرمه اینا اصلا بازی نیستن، اگه این دوتا رو بغل هم بذاری بقیه هم بذاری اصلا اونا بازی نیستن، هی هم صبح تا شب تو اخبار و فلان اینا حرف اونا میزنن، هروئین و نمنا فلان و کوکائین و فلان، اصلا اینا بازی نیستن اگه شما، ولی الکل و سیگارت اصلا یه دپارتمنت داره تو کشور آمریکا، گفت الکل و تبکو اصلا یه دپارتمنت دارن، برای که چقدر پول ازش در میارن، تکس میگیرن پول در میارن، 100,000 تا کمپانی از هر جایی هم بری، هر خونه هم بری، حالا ایران دوباره نمیدونم چه جوریه، ولی تو اروپا یا تو آمریکا هر جا بری اولین تا میرسی خونه یه نفر اولین حرف زیر با چی درینکی، اصلا کونتو نذاش یارو رو مبل یارو آقا چی میزنی، اونم چرا داره این حرف رو میزنه، چون خودش میدونه وقتی خونش گرد همایی یه پارتی داده، اگه 4 نفر تو شنگول باشن پارتی با خودش و همه بیشتر خوش میگذره، پس یارو داره سم میریزه تو بدن تو که پارتیش بگیره. آقا یه کاری داره میکنیم مسیح راستی دیگه بشه سوبر راستی. ما هنوز نمیخوایم بربن رو تک، من حتی خیلی مشروب، من فقط دیگه فقط یه چیز کوچولو میریزم، اونم فقط روزایی که پادکست، یعنی من حتی میرم بیرون دیت مشروب نمیخورم دیگه. نه با من من میگم 2 روز این داستان، من شب مثلا من چیه جا رسیده بودم اون آخرها که راحت 6 تا شات میزدم هر شب، یعنی اصلا نرمال بود، خب راحت
آره دیگه عادت میکنی بعد خطرناک میشه دیگه. خیلی خطرناک عادت میشه بعد یکی نمیکنه اون کاری که میکرد. و من مسیحش خوشم میاد دیگه، برای که مسیح چیکار میکنه؟ شما رو برای مدت خیلی کوتاهی دیسلوکیت میکنه از پروبلمات. یعنی چی؟ یعنی تو رو ور میداره دیگه، مثلا نیم ساعت، دو ساعت، سه ساعت راجع به تمام داستانی که هی صبح تا شب توی مغز لامصب اتفاق میفته فکر نمیکنی، برای خود علکی خوشی. برای کلمه علکی خوشه، کلمه بازیه، برای اینکه میگه علکی خوشه، علکی رو بنداز، تو خوشی دیگه، مهم نیست چرا خوشی. یارو میگه علکی خوشه، میگم سو وات، خوشه یارو. و بینی تای خطش به هم میگره. همیشه میدونی من یادمه که همه درس ها یه چیزی که انگار ساده است بلدی میگه. من این آخرها میگم همه دنبال یه این بودن که من یه اپفینی گنده داشته باشم، ما یه چیزی رو کنم که این باعث شد که من بتونم با این دیمنا بجنگم و کنار بیام. ولی ساده ترین بحثش تعادله، بلنسه. یعنی مسیر آدم میدونه چیه، آدم دقیقا میدونه با چه قدمایی ور داره سمتش که میدونی که بتونه لذتش رو ببره. میدونی که خودم زیاد روی نکنه، خود در حدی بزن که همیشه بتونی حالش رو ببری. اما فکر بابا خیر الامور اوسطها، عربا میگن، یعنی کار درست همون خط وسطه، نه این ورش نه این ورش. این حرفی که تو داری میزنی که مردم منتظری اپیفنی از تو بودن، من اتفاقا خیلی جالب بود، یه مدت، یه سالها پیش من کتاب اکارت توله رو خوندم که تیتر کتابم بود The Power of Now، قدرت حال، حتما به فارسی ترجمه شده، حتما هم ترجمه شده چون خیلی معروف بود این کتابه، مثلا 20 سال پیش، 10 سال پیش بود. من آقای کتابه خیلی کتاب کوچیکم هست، آقا من که در واقع 3-4 بار خوندم که پیدا کنم کجا بود که یارو یه دفعه به حال پی آورد و فهمید قدرت الان تو حال اینا. هر چی خوندم یه روز شد، آقا چه شد که شد دیگه، شد دیگه. خیلی از این اتفاقا نیست که مثل تصادف ماشین، این تصادف ماشین شد من پامو از دست دادم، یا اون شد من اینطوری شدم. بیشتر اتفاقای زندگی باید یه سری چیزا اتفاق بیفته که بعد ممکنه تو زمان کوتاه شما عوض شی، ولی اگه اون اتفاقی که تو 20 سال نیفتاده بود شما عوض نمی‌شدی. پس برای من این یه کلیه همیشه. این تویی که هستی الان، جلو من نشستی، اگه من و تو، اگه برنی من شما نرفته بودی، اگه توی گروه موزیک دورور آمریکا از یه هتل چیپ به یه هتل چیپ دیگه پدرت در نیامده بود، اگه اون اتفاق ناخوشایند برای عزیزان نیفتاده بود، اگه نمیدونم ایران، تو نبودی دیگه. هر دونه از این اتفاقای زندگی تو من بردارم با موچین از زندگی بکنم، تو یهو یه نفر دیگه میشی، نه یه همین یه ذره فرق کنی، اصلا یه نفر دیگه میشی. ولی که همه این داستانایی که ما هستیم، ولی خب داستان اینه که چطوری بتونیم از این داستانایی که برای من و تو اتفاق افتاده اسارش رو بگیریم، بدیم مردم یه شات به قول معروف بزنن، بگن آقا این صراط تقریبا مستقیم این وریه. و میگم داشتن، واقعا میگم، یه دوستایی مثل تو، دوستایی دیگه ای که آدم تو زندگیشون میتونه روشون همیشه حساب کنه، خیلی تأثیر داره واقعا شهریار. خیلی سخته. ببین من چیزی که من داشتم اینه که برام میگم مثلا مهران برادر من خیلی توی مسیر منو کمک کرده و آدمایی مثل تو، آدمای دیگه‌ای که بودن کنارم و منو با همه بالا پایینام قبول داشتن. میدونی من اگه بتونم برای کسی دیگه برادر بزرگتری باشم، واقعا تو قلبم خوشحالم که بتونم. به قول ما میگن، انگلیسی میگن pay forward the love. اونو از یه دست به دست دیگه میدی. هممون تو شخصا دارم میگم، خب توی مکان جیوگرافیک و فامیلی قرار گرفتی، حالا خودم نمیخوام جزو اون دوستا رو حساب کنم، خودت بعد بگی آره یا نه، ولی از لحاظ مادر، برادر، آدمای دور و برت که اجازه داد تو بتونی اون شخصی که الان هستی باشی. الان یکی دیگه بود، اون برادر رو نداشت، اون دوستا رو نداشت، تا حالا سقوط و آزاد کرده بود. Forget it. خب پس بنابراین ما تنها زندگی نمی کنیم تو این دنیا، هممون باید، بعضی ها، خود تو یا آدم های شخصی نزدیک به تو
تونستن اینجوری دورورت باشن که نذارن وقتی که سقوط آزاد میکنی دیگه بخورید از بالای امپایر استیت بیلدینگ تو کانکریت داغونشی. خب ولی این کارو به نظر یه ذره کوچیکم میشه از لحاظ صوتی و تصویری برای صدها هزار آدم به مقدار کوچیکتر کرد. میشه کرد این کارو و خب تو داری میکنی الان به مقداری که بالاخره به مردمی. ببین یه کسی که مثلا فکر کن تو ایران داره الان به این حرفتو گوش میده اصلا غیر ممکنه بتونه اصلا بیاد با یه نفر مثل من اصلا برخورد کنه. نه اینکه بگم من حالا کیم کی نیستم، اصلا موضوعی که زندگیامو به هم اونجایی که من میرم اونجا اصلا تو یه آسانسور هم نمیتونیم با هم باشیم، برای که تو اون بیلدینگ هایی که من هستم ایشون اصلا نخواهد بود هیچ وقت، فکر توی آسانسور هم با هم نخواهیم بود. و چطوری میشه که من بیام بتونم از این اکسپریانسی که کردم، فکر یه ایرونی که اونجا تو اون داستان بزرگ شده که خود اون داستانم حالا یه روزای دیگه من دوست دارم راجبش حرف بزنم، برای که این اون طرز فکری که مردم راجب اون زندگی و کاخ و تمام اینا داره اصلا تمامش دروغ گفتم بهتون، بیشترش دروغ گفتم بهتون که چجوری بود اصلا چه داستانی بود. من دیروز یکی برام یه چیز فرستاد، یه آقای بود اینو اصلا برات میفرستم تو واتساپ. خب که آقا میگفت شما میدونین که یه جا ایران هست، من اینو خودم هم نمیدونستم که هست، اسمش پل مدیریت. میگفت چرا میدونین چرا اسم این پل مدیریته؟ بذار من برات تعریف کنم. گفت یه سری آقازاده ها، حالا داشت میگفت آقازاده های امروز رو تعریف میکرد، مقایسه کنه با آقازاده های قدیم. میگه آقازاده همیشه هست، همیشه آدمایی بودن که موفق بودن، پول داشتن، ننه بابا همه چی. ولی موضوعی که با این موفقیت تو داری چیکار میکنی؟ تو موفقیت تو داری یه موبایل دستت میگیری، یه عینک کول میذاری، میری دبی از خودت فیلم میگیری میفرستی ایران؟ یا اینکه داشت تعریف میکرد یه سری آدما پول ننه بابا و همه چی رو برداشتن آوردن ایران، یه دونه مدرسه مدیریت زدن که این پول مدیریت داشت میرفت به اون مدرسه. فوراً هم بعد انقلاب برداشتن مدرسه رو خراب کردن، ولی 9 تا کلاس گریجوییت کرد. این کلاس MBA، این مدرسه MBA میداد که تقریبا لول هاروارد بود. فکر کن تو ایران، تو تهران، تو دهه 70. خب خیلی اتفاقا اینجوری هم داشت میافتاد. من حالا نمیخوام فقط ادتایز کنم اون موقع خوب بود امروز بعد از این حرفا، ولی دارم میگم خود دهه 70 دور و بر ایران چه خبر بود؟ فکر کنی افغانستان، پاکستان، عراق، حتی چه خبر بود؟ اصلا همون دبی فکر کنی چه خبر بود؟ من امروز که میری دبی میبینی چه خبر؟ خب اینه که همه بلدن ایران دیگه، لازم نیست بهتون بگم. من خود اصلا دبی جدید، اصلا دبی از دور اون زمان رفتم. خب من مادر بزرگ من مدیر کل بود تو وزارت آموزش پرورش زیر فرخرو پارسا کار میکرد که گرفتنم کشتن اون خانم واقعا عزیزو، چقدرم خدمت کرد به مملکت. جرمش هم بود که شما زنی به این پست بالا رسیدی پس حتما خرابی، یعنی لوژیکو برو تو خطش. خود اون لوژیک باید نوبل پرایز بهش دادی همچین لوژیکی رو. مادر بزرگ من رو گفتن فرستادن، گفتن شما بریم مدرسه های ایرونی در دوروبر، مدرسه های ایرونی در دستم خورد به میکروفون، من بلد نیستم مثل تو پروفشنال باشم، دوروبر ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، دبی، کویت، تمام این دوروبر ایران مدرسه های ایرانی بزن، چون ما اون موقع یه ابرقدرتی بودیم که حتی کالچر و زبونمون هم داشتیم اکسپورت میکردیم. خب این مادر بزرگ من دهه 60 میلادی بود، گفت ما رو بردن که بریم دبی، ابودبی و اون طرف ها. گفت ما با هواپیما رسیدیم از ایران، نشستیم، گفت آقا نشستیم دیدیم بعد از مهرآباد و اینا بلند شدن، گفت اومدیم نشستیم، من دیدم اینجا شاید هواپیما خراب شده، چه افتادیم یه جایی، اینجا کجاست؟ گفت یه دونه خیابون خاکی وسط صحرا بود، اون ایرپورت بود، یه سه چهار تا بیلدینگ هم بغلش بود. خلاصه ما رو سوار ماشین کردن، یه ساعتی توی خاک و خل بردن رسوندنمون کجا، یه دونه دیدیم چتر، البته یه چتر چادر خیلی مجللی بود، ولی یه چادری بود، چادر شیخ بود. رفتیم اونجا که با شیخ سلام علیک کنیم. بعد مادر بزرگ منم خب یه زن بود اون موقع ها، اصلا
این عربا بلد نبودن با زنا چجوری زن فرستادی، یعنی اونم خودش یه پروبلم بوده. بعد اونجا چه داستانی چه اتفاقاتی میفته، مادوزه که من تعریف کردم، ما نشسته بودیم چون دامن پوشیده بود، گفت اولین کاری که کردم اومده یه پوستین انداختن رو باش، که این چون دو زانو نشسته بود رو زمین، خب زن و لخت و نفر لخت که نه، یعنی با دامن قرار نبود اینا باشه اونجا، یه پوستین انداخت. حالا فکر کن تو گرمای دبی یه پوستینم رو پای مادوزه که بدبخت من گفت داشتم خفه میشدم، گفتم چی بگم به اینا. بعد گفت اینا اومدن می‌خواستن غذا سرو کنن، حالا همه رو زمین نشستن، گفت یه دونه از این بشقابای گنده که اینجوری درش وا میشه آوردن و اینجوری چرخم داشت آوردن بغل من که ما مثلا اولین نفر بهمون قضا بدن. گفت یه آقایی هم داشت سرو میکرد، دو دستکش هم دستش بود، این رو واز کرد و یه چنگال یه قاشق هم دستش بود، این بره رو هی داشت سم میکرد ببره مادوزه که من دید این یارو خیلی داره با این داستان کلنجار میره. اینجوری گفت وسط کار دو تا کلمه عربی گفت، ما نفهمیدیم چی گفت، دستکشا رو داره بود انداخ زمین، یه دفع انداخ یه تیکه گوش برداش انداخ بشقاب مادر بزنگم گفت بخور بابا. این تنت شیخشون بود. حالا نمیگم اونا بعدن و فلان، یعنی خیلی هم اینا کار کردن که خودشون رو به اینجا رسوندن، یعنی واقعا کودوز به قول آمریکایی ها بهشون. اصلا نمیگم که بگم دبی بده یا چیه، یعنی میگم کجا بودن اون موقع امروز کجا. این اون دبی بود اون موقع، الان ببین خب دبی رو همتون دیدین چطوری بوده چطوری نیست از این حرفا. و اصلا اینم چرا رسیدم به این، من هم داشتم فکر میگرم بس کاملا یادم رفت که ریشه بس چی بود که داشتم. ها میخواستم بگم که این مدارس این چیزایی که واقعا تولید شده بود، ها اینو میخواستم بگم، ها حالا یادم اومد این پیری این اتفاقات هم میفته، دیمنشیا کم کم بغل میکنه، دیمنشیا میاد تو سن که میره بالا. به قول قدیمی ها همیشه اینو میگفتن، حالا من فهمیدم، من بعدم به شما قبل میگم، من از اظهار دهن میگیر و یبوست مغزی. خلاص دارم میگم اینو برای تو اینو گفتم که دوروبر ایران اون موقع رو نگاه میکردی خبری نبود، ما داشتیم اون موقع این چیزا رو می آوردیم تو کار برای کشور. خب برای که بعد خودمون رو بعد مقایسه کنیم با خب دوروبریامون چی، ما برای خودمون مثلا با پاریس مقایسه کنیم، خب نبودیم مثل اونا، ولی میگم خب دوروبریامون رو نگاه می‌کردی، دبی رو نگاه می‌کردی، اون موقع اصلا مطرح نبود اصلا داستان. الانم ولی واقعا میگم دیگه، الانم یه جایی که میگم واقعا نیاز به یه شیفت فرهنگی بزرگی داریم فکر میکنم که بتونیم به یه سمت بهتری بریم از لحاظ سیاسی و از لحاظ اجتماعی. خیلی تلخه، میدونی آدم ها همه خیلی تو این 40 سال خونخوار شدن و داگی داگ تایپ آف ورلد شده بود ایران دیگه، همه گرگ میدونی همه ولی یه سری اصلا هنوز رومانتیسایز میکنن، میگن رام جنبندی نکن فلان اینا، جنبندی هم نمیخوام بکنم بگم آقا همه اینجوری، ولی خب تو فرهنگمون میدونی چیزی که تشویق میشه، میدونی مثلا تو غرب این مسئله هستش، فقط به ایران میگید مثلا پرستش پول و چیزهای داستانای مادی و ماتریالیستیک هم که تشویق میشه آدما درگیرش میشن دیگه، بچه‌ها از سن پایینی میخوان معروف بشن، از سن پایینی میخوان پولدار شن، میخوان میلیونر دیگه کلمه بال نیست، بیلیونر باید بشن دیگه. اصلا دیگه میدونی یعنی دیگه بازی انقدر دیگه مسخره شده. و چیزی هم میخواستم برسم همه حرفامون کی کشید به اینجا، اینی که آقا برای من تای خطش هی نگاه میکردم به همه این تمام به این هرسا کد، آقا من همه پول دنیا رو هم داشته باشم، همه خفن ترین پارتنر رو هم داشته باشم و همه دختر پسر و ترنس و همه رو میکنم و همه چیز، تای خطش آقا من یه میام توی حیات با شهریار و دو تا رفیقای خوبمون یه شات میزنیم یه کبابی میخوریم و اون لحظه برای من شیرین ترین لحظه، یعنی اون لحظه‌ای که با جیسه میریم تو جاده، اون لحظه‌ای که با میریم با مامانم برادرم با سگا میریم بیرون پیاده روی، یعنی این چیزای خیلی ساده کوچیک میگم، خیلی حرفم احمقانه و سطحیه، ولی واقعا من تو اون لحظه و خوشحال ترینم که کنار آدمایی که عاشقشونم و دوستشون دارم حقیقته. ولی به این حقیقت رسیدن حتی برای من که من زنم خیلی هم من زنتره، مثلا بعض وقتا که خیلی ورم میداره یادم میندازه میگه آقا جان از چی ناراحتی، کار دیگه داری، سلامتم که هستی با این پدری که از بدنت در میاری و مشروب و فلان و از این حرفا،
ورزش هم که رسیدم لول رو به صفری که اصلا المپیک صفر. من اصلا دارم میخوام شرکت کنم تو المپیک، چطوری هیچ کاری نکنی تو زندگی صفر. خب های همه این کارا رو با خودم کردم ولی هنوز زندگی داره بالاخره به جلو میره، به جلو نشستم دارم حرف میذارم، یعنی هنوز زنده هم. ولی این حرفا زدنش آسونه، عملی که شما بتونی خودتو برسونی به جایی که از چیزای خیلی معمولی زندگی اون لذتی که باید رو ببرین ببریم، کار خیلی سختی. برای من که سخت بوده و هنوزم هست، برای اینکه سیستمایی جلومون انداختم مثل این تلفن که هی آدمو از این قطب دور میکنه، اصلا ساخته شده که تو رو دور کنه. بگم آقا جون، من اگه فردا بیام به تو بگم آقا جون من پریروز داشتم نگاه میکردم که یه چیزی بود که اصلا یادم رفت چطوری پیدا کنم این داستانه، ولی شاید بتونم الان بگم که چند تا کنتکت این تو یه چیز 2000 تا کنتکت. من بگشتم به خودم گفتم آخه 2000 نفر تازه اینا رو میشناسی و لازمه که اینا با تو حرف بزنن به طور قطعی و فوری. تو فکر کن که اگه ما بتونیم یه جایی برسیم که مثلا زندگی اون جوری بشه که اول چیزی که آدم میذاره کنار اینه دیگه. بونس این تلفن تو دو وا کن، خب توش نگاه کن که کدوم چیز این تلفنه که تو حیاتی لازم داری. من دیدی که تلفن جدیدم زیر فکر کنم 10-15 تا کانتکت توش هست. That's it. واقعا دیگه منم دقیقا مثلا 2-3 هزار تا کانتکت دارم. آره به این معنی که بدم بیاد با کسی مشکل دارم. نه یعنی سوء تفاهم نباشه که فکر کنم با چه آدم عینی، ولی واقعا خب من با این آدمو حرف میزنم میدونی و این یه درس بزرگی برای منم بود تو زندگیم، این مرز کشیدنا بوده. برای من خیلی نگفتن همیشه سخت بود و یاد بگیرم خیلی که خیلی سخته. یاد بگیرم که سخته. باوندری داشته باشم، مرز داشته باشم، بگم آقا من واقعا بدونی میگم اون فشار و اون توقعاتی که ازم ایجاد میشد سر این پادکست به خاطر خب این حالت صمیمی که الان ما داریم و من دوست دارم همیشه هم باشه بین من و آدینسم، ولی خب یه مرزی داره اون صمیمیتم و باید به خودم یه جا بگم که آقا دیگه مثلا این آدم یه بار جوابشو دادی اینو دیگه میوت میکنم، دیگه دلیت میکنم، تمام میشه میره دیگه. من بقیه هم بتونم برسم و احترام بذارم. این کاری هم که تو داری میکنی متد و روش داره. تو به قول معروف الان دیگه آدم دارم. الان آدم دارم که برام چیز خب اگه ارگانیکلی تو این کارو کردی رسیدی یه جایی خب گرفته کارت هم درست بوده اینا، ولی اینا متد دارن بابا آدم اینا. من یکی از دوستام آشپزی کارش پروفشنال، خب ایرونی هم یارو، این داداش شد آشپز کارداشیانا. خب دیدیش اصلا پسره رو. خب و داشت تعریف میکرد برام، گفتم آقا این داستان کارداشیانا که صبح تا شب این دوربین تو صورتشونه چیه داستان، هر جا میرن زندگیشون اصلا من میشه؟ گفت نه اونطوری که فکر میکنی آخه نی، اونطوری نشون میدن به مردم. گفتم یعنی چی نی؟ خب میبینید دوربینه هست، اینا میرن میان لخته و یارو میخوابه نمیخوابه چیه داستان؟ گفت نه تمام خونه های این خواهرها که صبح تا شب تو تلویزیونه، خب تمام خونه هاشون اصلا ساخته شده برای این کار. خونه اوسط عکس تو آینه هم دیگه است، یعنی اینجا یه اتاق خوابه، اینجا یه اتاق خوابه، همون اتاق خواب، اینجا یه آشپزخونه است، اینجا همون آشپزخونه، دو طرف داره خونه. خب یه طرفی زندگی میکنن، هیچ دوربینی اونجا نی، هیچ خبری نی، زندگی معمولی شونه. صبح که پا میشن که مثل فیلمشون شروع میشه، برنامهشون مثل کاره، 8 صبح که میان این ور مثلا صبحونه میخورن، اما صبحونهشون رو اونور خوردن، این همش فیلمه برای دوربین میاد. حالا مردم فکر میکنن آه این زندگیشونه، زندگیش نیست، این فیلمیه که شبه زندگیشو داره به تو نشون میده، ولی دوربینا نمیرن اونجایی که اینا زندگی میکنن. اینا خب ما دیدیم دیگه، خیلی آدم اونجوری نیستن. مثلا من شاز آف سانست حتما تو ایران دیدم، اون دختره آسا دوستمه،
اصلا قبل اینکه بره تو این کار دوستم بود، میشناختم و میشناختمش. اصلا اون شخصی که با تلویزیونه دختره نی، دختره باهوشه، بس آسایه UCLA رفته، دگری فلسفی گرفته، خیلی حرفای جدی میشه باهاش زد، ولی اومده خودش اینطوری تو این فیلمه کرده که دو قرون پول در بیاره، بشینه اونجا حرف جدی فلسفی بزنه که مردم نمیاد شوت ببینن. آره دیگه، خب اینم هست. و حالا اصل موضوع پشت این چیزا اینه که آدم چطوری بتونه، هم آدم موضوعی که من و تو این بحثایی که داریم میکنیم بلد هم نیستیم کجا چی بگیم کجا چی نگیم، من انگاری دارم با تو حرف میزنم. اصلا من اصلا یادم میره که مثلا ممکنه 1,000,000 نفر به این داستان گوش بدن، دارم با تو حرف میزنم، همون حرفایی که به تو همیشه زدم یا میزنم دارم بهت میزنم. قیافتم برای همینم هم می‌خواستم قیافت جلوم باشه، گفتم ویلاگش کن، چون که برای من نچرال تره که قیافه نحست میبینم وقت واقعا خیلی حال میده هر وقت خودو کچ اپ میکنم. ببین یه چیزی اضافه میشه بهم که خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم یه رفقایی داشته باشه تو زندگیش که همیشه نیم آدم با دور و بر خودش آدمایی جمع کنه که از احساسی، از لحاظ نمیدونم wisdom، از لحاظ تجربه، از همین تو بتونه تو اضافه کنه، میدونی. و 100% این از قدیما اینجا میگفتن آمریکایی، این به انگلیسی میگن tell me who your friends are I tell you who you are، بگو به من دوستات کیان من به تو میگم تو کی هستی. اون که از قدیما بوده، برای همینم هر چند وقت یه بار جوونا دور و برتون رو سبک سنگین کنی ببینین کی رو دارین تو زندگی با خودتون خرکش میکنی. بچه بودم مثلا من یه سری رفیق خیلی تخمی داشتم از اینا هم که اینفلوئنس بعد و میدونی دقیقاً خیلی هاشم همونا که منو معتاد پاتاد کردن اینا. بعد مثلا بابام مثلا میگو با این آدم خیلی خوبی، مثلا بابام هیچ وقت گیر نمیداد به هیچ کدوم دوستا، جیسن کوسخول، علی فلان، نوید چیچیه، این همه اینا واقعا مثل خانواده‌ام برام این بچه‌ها. ولی یه سری بودن که میدونی یه باباها خب یه حس شیشومی داشتن دیگه، مامان بابا دیگه حس شیشومی داشتن، میدیدن یکی میگن آقا این خرابه، این یا استخونش یه چیز دیگه، یه انحرافی داره. ولی نه اون بنده خدا، اونا بالاخره بچه‌ها توی دنیای خودشونه. ولی اینو میخوام بگم که یعنی خیلی تاثیر داره، ما هم توی بچگیامون توی پیر پرشر و فشارهایی که پیش میاد و تصمیمایی که میگیریم و سمتایی که هول داده میشیم توش. درست شد، چیز میشیم دیگه واقعا. یعنی این بحثی که زودتر کرد دودی من داشتم چند روز پیش میکنم که بچه واقعا کوچیکترین مو از روی سر آدم بکشی و یه جا یه سمتی انحراف بشی. برو چی شدی؟ بیبی بیدار شد؟ من خوفتم اکو استاپ با همزانش داره می جنگه. ما اولا این مرتیکه رو برداشتیم، حالا این وسطی که داشتی چیزو میگفتی وسط کلامه درسته، اصلا فکر کن زندگی ما رو ببین چی جوری شده. اگه من 20 سال پیش میامدم به تو میگفتم خودت با دست خودت با پول خودت میای یه دونه میکروفون میذاری تو اتاق خوابت که یه غریبه بتونه به تمام زندگیت گوش بده، 20 سال پیش، نه اینکه بگم 100 سال پیش، 20 سال پیش، آقا شهریار خان ما میام تمام خونت این برانور خونت میکروفون میذاریم که یه غریبه بتونه به هر چی دلش بخواد گوش بده، شما نظرت با این داستان چیه؟ میگم مگه دیوونه شدی؟ اون شد که اون 1984 جورج اورول که مگه میشه همچی چیزی؟ ولمو کن آقا. نه نه آقا، خودم با پای خودم. پریروز اومده ما این داستان واکسن هم میدونی که یه داستان شده خودش اینجا تو آمریکا، واکسن میزنی و نزن و اینو نم بشقابه بهت میچسبه و چی چی هایی حالا بعد مردم خول شدن با. بعد حالا یه حتی حقم دارن یه سری انتقال، حالا بگذاری من نمیخواستم وارد بحث تو بگو داستان، نه اونو بگو، فقط یه داستان میخوام بگم. به یارو یه یارو با من شروع کرده بود بحث که آقا جون نه این واکسنه میدونی این واکسنه میکروچیپه، میخوان تو همه بکنن که بتونن صبح تا شب دنبالت همه جا برن. من گفتم ببینم چرا اینقدر کامپلیکیتدش بکنی، این فلان فلان شده که صبح تا شب تو جیبته این تلفنه، فکر میکنی نمیدونه تو کجایی؟
چرا باید واکسن بهت بزنم؟ تو کی بود که از این تلفنت 5 دقیقه دور شدی؟ آره نه واقعا اصلا دنیا اینقدر، ولی خوشحالم که داره بالاخره تمام میشه، داره مرزا کم کم باز میشن، دوباره بتونیم بیایم. من دارم کارهای آمریکامو ظریف میکنم، نمیدونم این داستانه ها حالا ویروسش میوتیت بکنه یا نه. تو میگی میوتیت بکنه بابا دیگه تمومه آقا، پرچمو بگیر، پرچمو بگیر بالا، تمومه آقا. هند بابا بدبختا دارم مثلا. نه اونجا خیلی وحشتناک بود، مردم هندو یادشون رفته، هر روز داره 300-400 هزار تا میمیره. اونقدر نه، 300-400 هزار تو روزی نمیده. روز ببینم امروز چقدر مرتو هم الان بهت میگم رقمش اونقدر نمیتونه باشه. یه عجب غریبیه، یعنی بیشتر از اون چیزی که فکر. ولی گفتی مرگ، میخواستم آخرین سوالی زر روی دارک نوت میخواستم، تا شما میتونه دارک نباشه اونقدر، ولی دقیقا در مورد مرگه. شهریار بگو. چند روز پیش 30-40 ثانیه جلوتر از من. نه توی... مثلا که چند نفر گرفتن دث رو اشتباه کردن. آره میگم دث اونقدر نیست. آره امروز میگه دث مثلا امروز 3000 نفر مرده. آره میگم 300-400 هزار تا نمیشد، غیر ممکن بود. نه یعنی شاید مبتلا شدن. آره مبتلا میشن. آره که میگیرن. بله ولی اینو می‌خواستم بگم، من چند روز پیش داشتم از روی پل رد میشم، یه پل معروفی هست تو ونکوور اسمش لاینز گیت بریج، و این پل متاسفانه خیلی از روش خودکشی میکنن، اصلا معروفه. نمیدونم چرا فنس درست نمیذارن، ولی خیلی راحت میتونی بری اون ور بپری پایین. خیلی هم مثلا خیلی زیاده، این اصلا معروفه تو این شهر. ماشاءالله آب و هوای اینجا یه جوری خیلی افسرده است و آدمای زیادی. اصلا قبل از این بقیه داستان میگم، اگه کسی واقعا احساس افسردگی و خودکشی نام میکنه، لطفاً بچا با یکی تماس بگیرین، با یکی صحبت بکنید. میگم یکی از بحثا که زودتر میخواستم بگم همیشه دارم رفت، اینه که یه سری مسائل تنهایی نمیتونیم پسشون بر بیایم، این واقعا نیاز به کمک داریم. این یاد نره. خلاصه داشتم رانندگی میکردم، از پل داشتم رد میشدم رو همین پله، همین پله که پوله. مردم خوشی رو میکشن. 30-40 ثانیه قبل جلوتر از من یه ماشین زد کنار، یارو از دوید بیرون پرید پایین. نو وی. آره یعنی مثلا من تا رسیدم، من نیدم، من تا رسیدم صحنه تموم شد، ولی یکی اونجا که وایساده بود یعنی فهمیدم چی شد، چون سری پلیس ریخت و فلان و اینا. آه. و ماشین دقیقا وسط خیابون وایساده بود و همه داشتن اونورا نگاه میکردن. ماشین خودش یکی دیگه هم تو ماشین بود، یا ماشین تنها بود یارو؟ نه یارو تنها بود تو ماشین. شاید یا پیاده شدن، چون بقیه آدم‌ها داشتن روی چیز رو نگاه میکردن و دیگه پلیس اومد و بعد قایقای پلیس اومده بود. ما همه یک ساعت تو ترافیک اونجا همون دقیقا، ولی جلوی من بود این دوست. من ندیدم خودستان، ولی دقیقا اون موقعی که من رسیدم که بستن خیابونو، دقیقا من روبروی ماشینا بودم. نه ولی افسردگی روحی ببین مرضی که به همه فکر... آره ولی داشتم به این فکر میکردم که ببین اون یارو بعد چیکار فکر کردم، خودم تو جای اون آدم گذاشتن که چی شد که یهو وسط رانندگی میدونی پریمدیتیتد بود دیگه، یعنی یارو ببخشید یعنی لحظه پریمیتیت نمیدونم بود یا نبود، چون بعضی راه میرن قدم میزنن نگاه میکنن فلان میکنن فکر میکنن میرن بغل میشینن، بعضی من التماس میکنن نه پر فلان. این قشنگ اومد زد بغل پیاده شد پرید پایین، یعنی لحظه یهو رد داد دیگه. فکرشم فکر کردن در مورد این که آقا اصلا منم که خب حالا چه میدونم هممون که میگم هی بچگی مثلا میگه من از مرگ نمیترسم و من خیلی شجاعترم و از این حرف همه، ولی میترسیم از مرگ. میدونی اون ترس از مرگ من رو جوش فکر نمی کنم. آره آره فکر نمی کنی به این معنی نیستش هم که نمی ترسی. نه نه اون رو رفت نزدم برای که آره. فکر نمی کنم راجع بهش. آره منم شاید باید بکنم ولی نمی کنم. من خودم خیلی این مرگ این خودکشی هم داستان 20 دقیقه است، هر جا راجع بهش خوندم میگن تو 20 دقیقه بتونه یه نفر دستتو بگیره باید حرف بزنه از اون حالت میای بیرون. من خلاص میگم منم بهش فکر نمی کنم، ولی خب این داستان باعث شد که بهش فکر کنم. این داستانی که دیدم و یه ذره رفتم تو فکر و این آدم چی سرش میگذشت و نه اوکی اصلا راجب نیست اینا رو فکر کنی. قرار من خودم رو مجبور میکنم بیشترم بکنم بهتره. سالی دو بار میرم قبرستون. لازم هم نیست بری سراغ عزیزان، اگه دوست داری برو، ولی بعد وقتا سراغ عزیزان من میرم، بعد نمیرم صافی دوتا گل بذارم بیام بیرون، میرم شروع کنم راه رفتن. همچنین میره رو قبرها چی نوشته، میگه آقا تو هم یه روز این خواهی بود، این نگاه کن. یعنی خیلی خوب یادت میندازه. آره. بچه های جوون میبینی پیر میبینی همجوری این داستان من این یکی از داستانهایی که من خودم مجبور میکنم بکنم. آره و اون نیوز... آگاهی میگم، من همیشه میگم یه پرکتیسی که خوب میکنم زیاد اینه که همیشه فکر میکنم به اینکه آقا مامانم برادرم سگام میمیرند و ممکنه همین لحظه باشه، ممکنه یه اتفاق وحشتناک بیفته، هر چی حالا بیش از حدم فکر کردم بهش همش خیلی سالمی نیستش. من فقط یه پرکتیسی که
آگاهم، من خیلی به این موضوع آگاهم که تمام میشه، ولی وقتی که فیزیکلی مثلا میرم بسکتبال الان بازی میکنم، سعی میکنم مثلا سمت پس زانوام قرچ قروچ میکنه و کمرم درد میگیره. من بعد بحثمو اول میگم سکس هم یه جوری شده که ترجیح میدم برم جق بزنم، کی حال داره بکن و بیا لخش و فلان و یه چیز بگم که حالت خوب شه، اون جغ زدن هم میفته. تو تازه رسیدی طبقه یک، از طبقه یک طبقه صفر هم داریم، بعد زیر زمین هم داریم، تو هنو نرسیدی به اون طبقه. این داستانه، این چیزهایی که داریم راجبش حرف میزنیم وقتی که بدونی اتفاق میفته، ولی موضوع اینه که نمیره تو مغزم وقتی که جوونی، اصلا نمیفهمی یارو داره چی میگه. من یادم میاد آدما بودن تو فامیل من به سن من بودن که با خودم حرف میزدن، 40-50 سال من بزرگتر بودن. من اصلا یادم میاد نگاه میکردم میگفتم برای من مگه میشه اتفاق بیفته؟ تو زندگی الان خودتو نگاه میکنی، یه ذره اکستراپولیت میتونی بکنی. اکستراپولیت منظور اینه که اونجایی که هستی یه خط میکشی، میگی من فردا پس فردا یا یه سال دیگه کجا خواهم بود. موضوع اینه که ما همیشه لینیر فکر میکنیم، ما خطی فکر میکنیم. ما فکر میکنیم که یه دفعه یه جایی تو زندگی یه اتفاقات خیلی سریعی خواهد افتاد که ربطی به دیروز نداره. یعنی یه دفعه یه اتفاق سریع خواهد افتاد و اون اتفاقات، مثلا من تمام زندگیم هیچ وقت چاق نبودم. الان 5 سال الکلم کمک کرده البته، چون که متابولیزمت میفته بعد 40-50، شیکم در آوردم حسابی. حالا بعد 100 برابر ورزش کنم، چون هی سخت‌تر میشه دیگه، هرچی پیرتر میشی سخت‌تر میشه وزنتو کم کنی، برای اینکه برای هر لقمه‌ای که میخوری خیلی بیشتر بعد کار کنی. منم دیگه خیلی دارم همه این اتفاقات آره دارم کار میکنم. و این حرفی رو روی همین تمومش کنیم که چقدر جالب بود این که آقا زندگی واقعا خطی نیستش با اینکه ما فکر میکنیم خطیه. می مغزمون اونجوری راحت‌تر معادله رو حل میکنه وقتی که میگه خب من A بعد B بعد C بعد D و سلام علیکم. ولی اینجوری نیستش. اصلا میگم همون همیشه بحثی که میکنم با آدمایی که میگم با قاطعیت به چیزی باور دارن حرف میزنن، یا میگه من هیچ وقت مشروب نمیخوام، یا من هیچ وقت این کارو نمیکنم، یا من حتما اون کارو میکنم، یا من خودم هم همیشه خودم میگم اگه این دو چرخه رو بگیرم خوشحال ترین آدم دارم، اگه این خونه رو بخرم دیگه هیچ مشکلی ندارم، اگه برای مامانم فلان گلا بگیرم یا ماشینو بگیرم هر چی دیگه همه چیز میدید. خودمون اینجوری گول میزنیم با این چیزا، ولی دنیا اینجوری نیستش. و ما برای خودم برنامه میشیم من از امروز تا اینجا مثلا این کارو میکنم، اون کارو میکنم، مورگیج میگیرم، خونه فلان، زن و بچه، همه چیز حل میشه. نیست شو انقدر پرابلمای جدید میاد. آره همین واقعا. حالا این از لحاظ اینو میخواستم بچه‌ها بگم، امروز یه کتابی رو خودم میخوام بخونم، حالا اگه خوندم خوشم اومد میام تو پادکست برات تعریف میکنم. بگه 21 lessons for the 21st century. این کتابو مرتی که هاراری نوشته که پروفسور دانشگاه تو تل آویو یونیورسیتی، اونجا جروزلم یونیورسیتی رو نوشته، یونیورسیتی چی؟ سیپینز رو نوشته، سیپین این آریا رو نوشته. من حالا میخوام این کتاب رو بخونم، حالا میام برای تعریف میکنم کتاب خوب بیدونه. یکی از دوستان گفته این درسای خوبی داره میده، میگه در این قرن 21 برای جوانا یکی از مهمترین سکیل چی میشه به فارسی؟ فن خوبه. یکی از مهمترین فنایی که میتونی داشته باشی، همه فکر میکنن باید حساب کامپیوتر، نه، emotional intelligence، یعنی باهوشی emotion داشت. به فارسی نمیدونم EQ چی میشه، احساسی یا یه کلمه خوبی هست براش، یا هوشه. آره اینا من بچه ها بلدم میگم، احساسی یا عقل احساسی نمیدونم، عاطفی، عقل احساسی. یعنی number one، اصلا این برای من جالب بود که مهمترین چیزی که میتونی داشته باشی این که چطوری این اتفاقای بد یا خوب یا هر چی میفته تو بتونی هضمشون بکنی، داغون نکنی خودتو نندازی زمین، میگه من بعد بمیرم، من فلان کارم، از این حرفا، بتونی قشنگ دوباره خودتو جمع جور کنی، میگه آها داستان زندگی الان عوض شده، خب یه جوری باید خودم هم عوض کنم بهش برسم، یا اینکه باهاش راه بیام یا باهاش برقصم. دقیقاً همون کاری میشه که وقتی که داریم یه دیسکوتک چیزی، شما دیسکوتک، ببین من خودم آوردم کجا، دیسکوتک که میرقصی، موزیک که عوض میشه، خب تو هم رقصت عوض میکنه دیگه، خیلی راحت این کارو تو پیست رقص میکنی، ولی تو زندگی نمیتونی اون کارو بکنی. موزیک که عوض میشه میگه ای داد بیداد، اون موزیک قبلی باید بیاد، باید موزیک قبلی بیاد،
مثل موزیک عوض میشه. حالا من این حرفا رو دارم میزنم ولی خیلی برای منم حتی سخته، برای خودم هم سخته، ولی خب آدم لااقل میدونه قبله مغزی کجاست، نه این قبله سنگی، قبله مغزی آره کجاست. خب حالا یه روز اگه بشه بهش برسیم دیگه، یعنی که به طرفش یه بعد راه رفت، برای اینکه مثل سایت هیچ وقت نمیرسی بهش دیگه. آره به قبله هم که میری یه بعد دورش بچرخی بهش نمیرسی. تا اینجا اومدم آقا بذار برم تو. نه بعدن به شما خواهم گفت. بعدن به شما خواهم گفت. دمت گرم شهریار. آقا تیشرت بعدن به شما خواهم گفتم زدم آقا، بعد بفرستم. آره بعدن به شما خواهم گفت. اگه خواستیم بری بگیریم بابا تیشرتاش باحاله. داری؟ آره برات میارم بابا، برات میارم. نه من میگه میخرم حال بدیدم دو کجاست من برات میارم. میارم تو فقط برای من غذا درست کن، غذای خفن بده. آره اون پادکست غذاییت هم معروف شده، یه سری شروع کردن نگاه کردن کامنت زیرش دادن. نه بابا بازی بچه اومدم ال این سری یه چیز دیگه بریم دیگه، یه غذای دیگه بریم با هم دوباره با همون دوستا. آره با همون دوستا میام پلون. آره خیلی بچه ماهی هم، خیلی بچه ماهی هم غذا خودشون زنگ میزنن میگه آقا ما گرسنه‌مونه. اونا چه با کون افتادن تو عسل و من وصلشو کردم و تو بیا. آره دستچین. آره دمه گرم شهریار. این بچه ها ببین چه کامنت ها میدن، چی میخوان، اگه میخوان راجب اون کتاب براشون حرف بزنم من. آره اگه خوندی کتاب من میخونمش، ما هم دیگه در موردش بحث کنیم و صحبت کنیم دیگه. آره برای که این خوبیه. 21 lessons for the 21st century. آره برای آدم های دیگه هم خوندن گفتن خوبه، حالا خودم میخونم. هنو نخونین تا من بخونم، به اینکه نمیخوام بی خودی بهتون بگم نخونده و اینا. و شاید چیز اتفاقا برای جوونا، برای اینکه این قرن 21 اصلا ربطی نداره به زندگی مثلا من یا حتی کینگرام، هیچ ربطی نداره. شماها یه کار عجیب غریب باید بکنید که زندگیتون بچرخه، که فرق داره با من. من 30 سال دارم توی یه کمپانی کار میکنم، اصلا همچین چیزی وجود نخواهد داشت قرن 21. آره 30 سال شد پشمام اخسی گفتی 30 سال یهو پشمام ریخ. پشمام تو ریخ، پشمام من ریخ اینا. آقا دمت گرم شهریار. به کریستال سلام برسون و به بیبی سایرس و کینگ سایرس بزرگ برادرت ماچ کن. خدا برادرت از بالای سرت ور نداره هیچ وقت. ماچش کن مامان، دوتا سگا بفرما از این حرفا. با هم در تماسیم دود. پس زودی زود میام میبینمت. چاکس. تا به زودی. بی حوصله می نخشه با صورت نشسته